مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در اولین سفر خارجیش به عراق رفت. رئیس جمهور ایران در دیدار با همتای عراقیش خواستار حرکت به سمت برداشتن مرزهای کشورهای اسلامی مثل تجربه اتحادی اروپا شد. پزشکیان از محل کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس بازدید کرد. پزشکیان قراره در این سفر به نجف، کربلا، بصره و همینطور اقلیم کردستان بره. در همین رابطه غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون با ما همراه میشن. آقای آشور، چطور میبینین اولین سفر خارجی مسعود پزشکیان رو با تمام حواشی و داستانهایی که داره؟ من این از دو جنبه میتونم بررسی کنم، یکی جنبه داخلی ایران هستش و دیگری جنبه خارجی هستش. در واقع در داخل ایران به نظر میاد مثل رئیس جمهور قبلی هم آقای رئیسی سعی میکنن که در واقع تا حدود زیادی اون تسلط بیت رهبری و همچنین سپاه رو بر سیاستشون در منطقه و خاصتا در عراق رو اینو به چالش بکشن. در واقع اینها با رفتنشون به عراق که مهمترین کشور برای ایران هستش در این مقطع، دارن سعی میکنن که نفوذشون رو در تصمیم گیری های ایران خارجی ایران یا حداقل در منطقه خاورمیانه رو اینجا افزایش بدن. آقای رئیسی همین کار رو کرد و موفق نشد نفوذش افزایش بده. الان پزشکیان هم به نظر میاد اینجا داره سعی میکنه همین کار رو بکنه. مسئله دوم، مسئله این هستش که اصولا کشور دیگری حاضر نیست اینجوری استقبال بکنه از آقای پزشکیان یا قبل از اون رئیس جمهور قبلی آقای رئیسی. یعنی اینها اگه میخواستن مثلا به چین برن یا به روسیه برن که کشورهای بسیار مهمی در سطح جهانی هستن و بسیار قدرتمندتر از عراق هستن، اینها اصولا نمیتونن به این زودی این رو برنامه‌ریزی بکنن به خاطر اینکه نه چین نه روسیه میخواد ایشون رو ببینه. مسئله بعد این هستش که استقبالی اینجوری هم ازش نمیشه در این سطحی که در عراق انجام میشه. برای رئیس جمهور ایران و به طور کلی برای ایرانی ها مهم هستش که دیده بشه از اینکه اولین سفرشون به عنوان رئیس جمهور در واقع استقبال شدید و بزرگی از این بشه و به خاطر همین هم عراق رو در واقع انتخاب میکنن که عراق کشوری هستش که ایران در این مقطع با توجه به تحریم های شدیدی که آمریکا و اروپا علیهشون گذاشتن، در واقع نیاز ایران به عراق بسیار زیاد هستش و این فقط نیاز عراق به ایران نیستش و به خاطر همین هم هستش که اینجا استقبال خوبی از رئیس جمهور ایران میشه. سپاسگزارم از شما غسان آشور، تحلیلگر خاورمیانه از بوستون با ما بودند.